درود بر شما همراهان گرامی و با درود بر تمامی مبارزان راه آزادی کشورمان. دهه آخر آبان ماه 1401، سالگرد گرامی داشت قیام آبان 1398 با لرزه بر ارکان رژیم فاسد علی خامنه ای کودک کش شروع شد. روز 24 آبان که مصادف با ورود به سومین ماه قیام سراسری و خیزش انقلابی مردم ایران است، با تنین فریاد سرنگونی خواهی در شهرها و دانشگاه‌های ایران و با یکی از گسترده ترین اعتصابات در دهه‌های اخیر آغاز شد. طلوع روز 24 آبان پاسخ به فراخوان برای تجمعات و تظاهرات و اعتراضات سراسری بود، فراخوانی که با وجود اعلام قبلیش دستگاه سرکوب نظام ملایان نتوانست مانع برگزاری آن شود. مطمئناً دهه پایانی آبان 1401 برای همیشه در تاریخ کشورمان ثبت خواهد شد به عنوان روزی که در آن اثبات شد که عزم جزم برای نفی کامل یک نظام دیکتاتوری ولایت فقیه از ذهن و قلب اکثریت قاطع مردم ایران عبور کرده است و مردم کاملا از دیکتاتوری آخوندی عبور کرده اند. در این روز برگی ورق خورد که بر سر برگش نوشته است با وجود هزاران زندانی و صدها شقایق که فدای آزادی شده اند، قیام انقلابی مردم ایران با کش و قوس ها و تحولات و هماوردی های آیندهش دیگر به شرایط ما قبل 24 آبان بر نخواهد گشت. حتی اگر رژیم جمهوری اسلامی با فشار بر گروه های مختلف از هنرمندان و ورزشکاران بخواهد تا اندکی مشروعیت خود را باز پس بگیرد. در همین راستا خبرگزاری معتبر اسکای سپورت با اشاره به ورود بازیکنان تیم ملی فوتبال رژیم جمهوری اسلامی به قطر برای شرکت در مراسم جام جهانی فوتبال نوشت که در این شرایط انقلابی در ایران، دیدار بازیکنان و کادر فنی تیم ملی فوتبال ایران با ابراهیم رئیسی پیش از اعزام به قطر بازتاب گسترده‌ای در شبکه‌های اجتماعی داشته است و با انتقاد بسیاری از کاربران ایرانی همراه شده است. اما خبرنگار ما به اطلاعاتی دست یافته است که گویا احتمالاً تیم ملی فوتبال ایران اسب تروای مردم ایران در جام جهانی قطر خواهد شد. داستان اسب تروا داستان عجیبی است. یونانیان پس از 10 سال محاصره شهر تروا نتوانستند آن را به تصاحب بیاورند. پریلیس پیشگوی سلطنتی به آگاممنون پیشنهاد کرد که اسبی چوبین را بسازد. آنها اسبی چوبین و میان تهی ساختند و بسیاری از جنگجویان در درون آن پنهان شدند. یونانیان این اسب چوبین را در کرانه تروا رها کردند و وانمود کردند که می‌خواهند به محاصره پایان دهند. اهالی تروا به رایزنی نشستند که حالا چه باید کرد. برخی مانند کزندرای پیشگو که از سوی ایزدان محکوم بود و کسی حرفش را باور نمی‌کرد، عقیده داشتند که این اسب یک نیرنگ جنگی است و به هیچ روی نباید آن را به بهانه اهدای آن به ایزدان وارد شهر کرد. پیشوای مذهبی نیز بر همین باور بود و حتی نیزه‌ای به جانب حیوان ساختگی پرتاب کرد تا ثابت کند از آن صدای شیعی میان توهی برمیخیزد. ولی چیزی نگذشت که مردم گمان کردند اهانتی به مقدسات روا شده است. بدین ترتیب اسب چوبی را داخل شهر کردند و جنگجویان یونانی از تاریکی شب سود بردند و از شکم اسب بیرون آمدند و دروازه شهر را گشودند و شهر را تصرف کردند. این داستان را داشته باشید تا ببینیم چرا اسکای سپورت از تیم ملی فوتبال به عنوان اسب تروای مردم ایران در جام جهانی قطر یاد کرده است. اسکای سپورت نوشته است که مشاهدات خبرنگارش از اتوبوس تیم ملی ایران فضای عجیب امنیتی را در میان بازیکنان این تیم نشان می‌دهد و خبرنگار این شبکه نوشته است که برای اولین بار در تاریخ خبرنگاریش دیده است که تعداد نیروهای محافظ از تعداد بازیکنان بسیار بیشتر است و حتی چنین چیزی را در مورد تیم ملی فوتبال کره شمالی
در جام جهانی هم ندیده است. او نوشته است که ملی پوشان ایرانی که برای شرکت در جام جهانی عازم دوحه بودند، در جریان یک مراسم رسمی با رئیس جمهور جمهوری اسلامی ملاقات کردند. رئیس جمهوری که این روزها بسیاری او را جلاد در ایران می‌خوانند و هیچ کس مشروعیت او را قبول ندارد و برای همین است که بسیاری از کاربران با اشاره به سرکوب خشونت‌آمیز معترضان ایرانی از سوی حکومت، دیدار آنها با ابراهیم رئیسی و ابراز ارادت ظاهری برخی از آنان به یکی از سران رژیم جنایتکار جمهوری اسلامی را با واژه‌هایی چون شرم‌آور یا تأسف‌بار توصیف کردند. برخی حتی مانند مهرداد پولادی، بازیکن پیشین تیم ملی فوتبال ایران، به دیدار بازیکنان کنونی این تیم با ابراهیم رئیسی واکنش نشان داده است و در حساب‌های کاربری خود در شبکه‌های اجتماعی نوشته است که چقدر تلخ است که هنوز نمی‌دانید شهرت بدون شرافت ارزشی برای مردم شریف ندارد. در این راستا خبرنگار اسکای اسپورت نوشته است که علی‌رغم سختگیری‌های فیفا در مورد سیاسی نکردن فوتبال، رژیم جمهوری اسلامی با بهره‌گیری از انواع نیروهای امنیتی، دستگاه‌های شنود و تجهیزات جاسوسی و کنترلی از ارتباط بازیکنان با یکدیگر جلوگیری می‌کند تا مبادا آنها با اقدامی هماهنگ در مراسمی به بزرگی جام جهانی فوتبال صدای مردم ایران شوند و آبروی نداشته رژیم فاسد جمهوری اسلامی را بیش از این برباد بدهند. سکای اسپورت می نویسد که خبرنگارش به شواهدی دست یافته است که بازیکنان تیم ملی فوتبال احتمالاً در آخرین دیدار تیم ملی در جام جهانی دست به یک اقدام هماهنگ و تاریخ ساز خواهند زد. او می گوید بازیکنان ایرانی برای فرار از دست نیروهای امنیتی و حضور در میادین جام جهانی مجبور بودند همچون ماجرای اسب تروا به خواسته های نظام تن بدهند، اما با حمایت های فیفا و حضور در یک میدان بین المللی و در خاک کشوری دیگر و حمایت های امنیتی از سوی کشورهای دیگر انتظار می رود که در یک اقدام هماهنگ جهانیان را غافلگیر کنند. مخاطبان گرامی، ضمن درود، اگر این برنامه را پسندیدید با نظرات سازنده خود در قسمت کامنت ها ما را در ادامه این راه یاری کنید. همچنین فراموش نکنید که علاوه بر سابسکرایب در کانال با فشردن علامت زنگوله در پایین همین ویدیو هیچ کدام از برنامه های ما را از دست نخواهید داد. به امید ایرانی آزاد و آباد.